on the job. Listen to the jam master as he starts to rock his DJ. And he's on his way to be the best DJ in the US of A. سلام آقا، ببخشید میشه یک چنج و کوبیده با برنج؟ پنیرم اگر با نون میشه، پنیر بلغار، کره، ماست و خیار، یک دوغ هم میخوام بردارم. اینجا چنجش خیلی خوشمزه است. با تهران آشنا بشید. نه این تهران، بلکه این تهران 28 ساله متولد واشنگتن دی سی آمریکا. من دی سی به دنیا آمدم. پدرم ایرونیه، مادرم خب آمریکایی سیاست. اینجا با همدیگه در دانشگاه آشنا شدن و خب بچه دار شدن، بعد بچه‌شون هم شد من. منم بابام اسممو گذاشت تهران. خیلی راحت بود این دنیا، اسم منم گذاشت تهران. توی آمریکا، توی political landscape، حالا همه اینا رو میتونین به فارسی بگین. اینجا لازم هست که سیاسی کی؟ در طبیعت سیاسی آمریکا. البته باید به این نکته توجه کرد که با وجود اینکه تهران در آمریکا فارسی رو یاد گرفته، ولی متد آموزشش با بقیه‌مون خیلی فرقی نداشته. من پدرم فارسی رو راستش با توسری یاد گرفتم. من آخه بابام چیز، یا من بعد فارسی یاد میگرفتم یا اون انگلیسی. حالا بدونین کدومشون کی یاد گرفت دیگه. توانایی تهران فقط به زبان فارسی ختم نمیشه، بلکه تهران شدیداً به شاعرای اصیل ایرانی هم علاقه داره. دیگه میدونم دوستم نداری، خنده‌دار اینه که همه آهنگای ایرانی یا دختره دوستش داره یا دوستش نداره، یا عاشقش شده یا دیگه نمیخواد اصلا دخترها هیچ وقت تو عمرش دیگه ببینه. باید به اینم اشاره کرد که تهران دانشجوی دانشگاه جورج تاون و تا چند سال دیگه فوق لیسانس وکالتش رو قراره بگیره. البته اگه وقت اجازه بده. I love school. تهران فقط دو بار در عمرش برای چند هفته به ایران سفر کرده. یه بار در سن 8 سالگی و یه بارم در سن 6 سالگی که اولین بار بود. یه داستانی از ایران من دارم تعریف کنم براتون. خیلی میخواستم برم ایران. 6 سالم بود دیگه. خیلی از ایران و همه چی خیلی تعریف شنید بودم و خیلی تعریف میکنه بابام. میریم سوار هواپیما، من شاد و همه چی میشه. سوار ایران ایر که میشیم، یهو عوض میشه. یهو همه ساکتن. داره هواپیما میشینه. حالا میرسیم تو فرودگاه. فرودگاه هم که میبینی چجوری اونجا شلوغ، مردم میان میریزن، خط نداره، لاین صف میپیچن، میره این، میره این جلو میزن، این میگه اون عمم بدارم میرم پیشش. اینقدر شلوغ و خرط و خر شده بود. بعدا یهویی که میایم بیرون، دفعه اول من که دارم خانواده بابامو میبینم دیگه، اونا همشون تو ایران هستن بیشترشون. خب پس عموهام همه اینا بیرونن، من هم سلام میکنم، اینا هم با مثلا اینطوری و لبخند، و من اینقدر میشم. بعد میبینم یک بابایی اونجاست، میگم بابایی. یا تو میام پیش بابایی، دفعه اولم عمومو دیدم، یا میگن اینطوری بابایی میکشم بالا، بابایی. برای قسمت پایان این گزارش تصمیم گرفتم که تهران رو یه تست ایرانی کن بهش بدم. ولی قبل از اینکه به این قسمت برسیم، توجهتون رو به این قسمت جلب میکنم که گزارشگر فقط جلوی دوربین وایمیسه که بگه من جلوی دوربینم. قوانین امتحان. در این امتحان از شرکت کننده 10 تا سوال میکنم. میزان ایرانی بودن شرکت کننده با پرچم ایران مشخص میشه، آمریکایی بودنش با پرچم آمریکا، و جوابایی که به هر دو فرهنگ مربوط میشه رو هم با هر دو پرچم مشخص میکنیم. حاضر؟ بریم که رفتیم. معمولا سر قرارت زود میرسی یا دیر؟ دیرتر. همبرگر یا چلو کباب؟ چلو کباب. موئین یا مایکل جکسون؟ موئین. او با ماست یا نیست؟ او با ماست. دختر ایرانی یا برزیلی؟ دختر ایرانی. قهرمان تختی یا هالک هوگن؟ تختی.
BMW یا جیپ؟ جیپ. لوی ویتان یا ساک دستی؟ ساک دستی. دندان پزشک یا بسکتبالیست؟ بسکتبالیست. خواستگاری یا شیطونی؟ شیطونی. از جوابای این امتحان کاملا مشخصه که تهران 30% آمریکاییه، 30% دو فرهنگی و 40% ایرانیه. پس به این نتیجه میرسیم که تهران با همون ته دو نقطه است. مرسی تهران. سوالی که از من نکردن، همه از من خیلی سوال میکنن، ولی سوالی که از من تا حالا نکردن اینه که عقیده من چیه.